نورمن رول در مورد استراتژی جدید آمریکا در قبال رژیم ایران میگه مهمترین پیام مایک پومپئو و استراتژی جدید آمریکا حمایت از مردم ایران و خواست آنها برای تغییر است. اسکای نیوز. هفته گذشته مایک پومپئو در بنیاد هریتیج استراتژی جدید آمریکا برای مقابله با رژیم ایران را اعلام کرد. او در بخشی از سخنانش گفت آمریکا حاضر است به مردم ایران کمک کند. ما از همه متحدانمان می‌خواهیم علیه رژیم ایران به ما بپیوندند. ما استقبال می‌کنیم از هر کشوری که از تروریسم، موشک‌ها و خشونت رژیم ایران بیزار است. سال آینده 40مین سالگرد به حکومت رسیدن ملاهاست. رژیم ایران مرگ را در خاورمیانه و ایران می‌آفریند. جوانان در ایران دل سرد هستند. آنها نمی‌توانند با قرن 21 همخوان باشند. خامنه ای تا ابد زنده نمی ماند. مردم ایران حکومت خودکامگان را تحمل نمی کنند. بیشترین سرکوب را مردم ایران تجربه کردند. آمریکا از ماهیت این رژیم خبر دارد. ما دنبال منافع مردم ایران هستیم، نه رژیم ایران. ما با مردم ایران همبستگی خود را اعلام می کنیم. مردم ایران می خواهند کشورشان، تاریخ و تمدنشان را پس بگیرند. نورمن رول از مقام‌های سابق سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا. وزیر پومپئو سخنانی تاریخی و عمیق ایراد کرد که در آن نکات روشنی وجود داشت. پیام‌هایی که در سخنان او وجود داشت، یکی این بود که رژیم ایران می‌بایست از برنامه غنی‌سازی‌اش دست بردارد. ولی رژیم ایران از مدت‌ها پیش این را رد کرده است. این رژیم می‌بایست نیروهایش را از منطقه بیرون ببرد. و این رژیم همین کار را هم انکار کرده و انجام نداده، ولی مهمترین موضوع در مورد مردم ایران است. او در سخنانش رو به مردم ایران گفت چیزی که مردم ایران می‌خواهد چیست؟ آیا آنها سپاه پاسداران را می‌خواهند که پولها را صرف موشک می‌کند؟ یا حکومتی می‌خواهند که پول را برای مردمش خرج می‌کند و آرزوهای آنها را برآورده می‌کند؟ شاید که این مهمترین پیام پومپئو باشد. اسکای نیوز. پومپئو از تغییر در داخل ایران صحبت کرد. آیا آمریکا به شکلی از اشکال می‌تواند به مردم کمک کند تا این رژیم را تغییر دهند؟ آیا مجازات‌ها کافی است یا اینکه آمریکا کار دیگری را باید انجام دهد؟ نورمن رول. مجازات ها مهم هستند و به مردم میگوید که باید انتخاب کنند یا یک رهبری را انتخاب کنند که از خصومت حمایت میکند. زنان و دختران را در کشورهای دیگر به قتل میرساند یا اینکه رژیمی قدرتمند و اقتصادی قوی را میخواهند. در ایران روزانه تظاهرات است و این تظاهرات به دلایل اقتصادی و دیگر دلایل ادامه دارد.